روز بخیر باشد بینندگان عزیز و خوش آمدید به نشر نوبتی سرخطی رویدادها. امروز 16 مارت است و در چند دقیقه آینده از توزیع شرکت اورالسکی اویالینی در باره سببهای لغو و تاخیر در پروازها میگویم. شکایت ساکنان از بیبرقی و احتمال به جوابگاری جنایتی کشیدن مهاجران برای ازدواجهای قلبکی در روسیه و البته خواهیم دید که در برنامه اخباری آزادی کدام موضوعها در مد نظر گرفته شده است. رادیو آزادی به جزئیات بیشتری پرونده چهارشنبه چهارشنبه دست یافت. از جمله یک سیاستشناس که از طرف مقامات به پرونده جلب شده است در خلاصه های خود نوشته است که چهارشنبه به سرنگونی حکومت دعوت کرده است. اما یک استاد اینستیتوت فیلولوژی و ژورنالیستیکای دانشگاهی نیژگوردسک این خلاصه سیاستشناس را رد کرده است. خبرنگاران ما با شخصان مصاحب شدند که از محتوای پرونده و جریان تفتیشات آگاهی دارند و معلومات دست اول دادند. این گزارش رو امروز در برنامه اخبار تقدیمتون میکنیم. امروز پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی مستقیما از کنگره آمریکا کمک درخواست خواهد کرد. شب گذشته روسیه بمب باران شهر کیف را توسعه بخشیده حمله به شهر بندری ماریوپل اوکراین را از سر گرفت. وزیر کار خارجه اوکراین الکسی کولیبا میگوید که روسیه میخواهد روی نقلیات و تامین پایتخت را قطع کند. امروز سروزیران چخیا، پولشا و سلوینیا به نشان همراهی در مقابل تجاوز روسیه به اوکراین سفر کردند. سروزیر پولشا ماتیوش مراویتسکی با تصدیق این سفر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که ما باید فوجه در شرق را فوراً خاتمه بخشیم. سروزیر چخیا پیوتر فیالا در شبکه تویتر نوشت که امروز آنها با پرزیدنت و سروزیر اوکراین دیدار و گفتگو کردند. در همین حال روسیه بمب باران پایتخت اوکراین را ادامه داد و مردم زیادی را مجبور کرد که شب را در تخت‌خوابها سپری نمایند. برندگان عزیز، درخواست و سوال ها و توضیحاتی که شما به ما می نویسید از اون شهادت می دهند که اکثریت از کمبودی برق ناراحت می باشید. البته در گزارش های ما چند این دفعه نمایندگان شرکت برق توجیک جوری شدن لیمیت را رد کردند. اکنون آنها گفتند که قطع برق به مراتب کمتر شده است. امیدوار می شویم در روزهای تجلیل نوروز ساکنان جمهوری بهاری نورو بدون کمبود برق جشن خواهند گرفت و ضمناً رادیو آزادی هم گزارش و گفتارهای خاصی بخشیده به نوروز پیشکش میکند. و بالاخره اگر موضوع برق را جنبست کنیم، بارون و ژاله‌ای که روزهای اخیر از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده ثبت شده است گواهی آن میباشد که احتمال امسال نیروگاه‌ها با کمبود آب مواجه نمیشوند. در عین زمان تفصیلات پیامدهای سیل‌های چند روز اخیر در و رو می توانید 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. در روسیه می خواهند برای ازدواج سوخته و یا فیکتیونی با مهاجران جوابگاری جنایی تعیین شود. هدف جلوگیری از مربوطه نیکو فرزند خونی تقلبی به خاطر دریافت حق موقتی اقامت و شهروندی این کشور می باشد. هر سری چند وقت مطبوعات روسیه با تکیه به مقامات درباره آشکار شدن ازدواج تقلبی شهروندان این کشور با خارجی ها از جمله توجکون خبر می دهند. قبلا اداره های عقد نیکوی روسیه گفته بودند در دوام یک سال به حساب میانه 12,000 مورد ازدواج روس‌ها و تاجیکستانی‌ها ثبت می‌شود. پیش از ازدواج مقامات روسیه از داماد تاجیک می‌خواهند ثابت کند که در وطن همسری دیگر ندارد. شرکتی هواپیمایی اورالسکی اویالینی اطمینان می‌دهد مشکلاتی را که باعث تاخیر یا لغو پرواز شده بود حل کرده، پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس برقرار گردید. این شرکت می‌گوید در دو روز بنابر تحریم‌های اویاسیونی ضد روسیه و انتقال هواپیماها به فهرست دولتی هواپیماهای شهروندی 5 پرواز آنها لغو شده، چند پرواز دیگر به تاخیر افتاد. دیروز در برنامه ما نوار کاربران آزادی را از فرودگاه‌های مسکو نشر کرده بودیم که گفتند چند روز این جانب به وطن پرواز کردن نمیتوانند. حالا باز مراجعت ما به این مسافران درمانده است که آیا واقعا مشکلات رفع شده است یا هنوز در فرودگاهید. لطفا برای ما زیر همین برنامه و یا صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یا تلگرام نویسید. اگر نوار باشد باز بهتر. زنوزنی گروهی بین مهاجران تاجیک و قرغیز رو که هفته گذشته در کارخانه‌های بزرگ کارخانه کارکردی گاز و مجمع گاز کیمیاوی امو رخ داد، نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه زیر نظر گرفته است. نمایندگی در یک جویگی با سفارت تاجیکستان و مقامات داخل‌دار روس سببهای سر زدن این مناقشه را معین خواهد کرد.
Тепки умори возврати корхой дохоли Русия, ки охири соли гузаштан нашру шуд, беш аз 400 мооджир мас баро ишрок дар занузаниҳои омави аз ин кишвар ихроч шудан. Аксари онҳоро ба муҳлати то 40 сол аз ҳақи убури марзҳои Русия маҳрум карданд. Як садамаи маргбор дар рӯи Душанбе Чаноқ боиси ҳалокати 3 нафар шудааст. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ронандаи 49 солаи мошини Mercedes Sprinter аз шаҳри Сарафшан ҳангоми ҳаракат даро аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба мошини боркаш бармехӯрад. Дар натиҷа ронандаи Mercedes Sprinter ва ду мусофири он, ки яки 29 ва дуввуми 15 сол доштааст, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. Вобаста ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. Ҳоло рӯ меорем ба бузори асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон. Имрӯз 16 март қурби расмии доллар ҳамон устувор боқӣ монда, 1 доллар 13 сомонӣ арзиш дорад. 1 евро бошад андаке боло рафта, 14 сомонӣ ва 30 дирам аст. Бонки миллии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русиро 116 сомонӣ нишон медиҳад. Дар бонкҳои тиҷоратӣ ин нишондиҳанда ба 118 сомонӣ баробар мебошад. Дӯстони хубам, аз шумо даъват мекунам, ки соати 17 ба вақти Душанбе ва 15 ба вақти Москва дар барномаи ахбори озодӣ моро ҳамроҳӣ кунед. То мулоқоти 3 соат баъд, баро рекорд.